پرویز یا حقی استادی بزرگ که تو زندگیش ماجراهای عجیبی رو پشت سر گذاشت. عشق شدیدی که به یه دختر داشت که متاسفانه بهش نرسید. ازدواج و طلاقش از بانو همیرا. تا 48 ساعت بعد از فوتش کسی نمیدونست که ایشون تو خونه کوچیکش تو جردن فوت کردن. صدای زنی که عاشقش بود رو پیغامگیر تلفن خونش. اون هم بیش از 40 بار تو روز فوتش. ماجرای عشق اولش چی بود؟ قبل از اینکه به دادگاه بره و از همیرا جدا بشه چه اتفاقاتی رخ داد؟ پرویز یا حقی در انزوا و غریبی و ناراحتی فوت کرد. تو این ویدیو به زندگی این هنرمند عزیز میپردازیم. پرویز یا حقی جدا از زندگی هنری خاصی که داشته و اونو تو تاریخ موسیقی ایران تبدیل به نامی ماندگار کرده، زندگی عاشقانه غم‌انگیزی هم داشت. دو داستان عاشقانه غم‌انگیز که زندگی اونو به کلی متحول میکنه. پرویز صدیقی پارسی، مشهور به پرویز یا حقی، تو سال 1314 تو خانواده اهل موسیقی به دنیا اومد. موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ویولون. از بچگی در کنار دایی خودش استاد حسین یا حقی زندگی میکرد و موسیقی رو از ایشون یاد گرفت. تو کودکیش موسیقیدانان بزرگ همچون ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی و علی اکبر شهنازی رو ملاقات کرد و مدتی پیش ابوالحسن صبا موسیقی رو آموخت. 9 سالش بودش که تو رادیو نوازندگی رو شروع کرد. تو 12 سالگی آهنگسازی رو و اولین آهنگش رو ساخت و همین آهنگ 6 سال بعد توسط خانم مرضیه خونده شد. اولین آهنگش برای غلام حسین بنان تو برنامه گلهای رنگارنگ بود به نام ای امید دل من کجایی. ایشون تو رادیو گویندگی هم میکردن و صدای فوق‌العاده‌ای داشتن. سال 42 دختر نوجوانی رو به جامعه موسیقی معرفی کرد که مهستی نام گرفت. ایشون تو سالهای زندگی مشترکش با همیرا آهنگهای زیادی رو برای ساخت و تکنوازیهای زیادی رو ازش تو برنامه گلها باقی موند. خودش گفته پدرم با موسیقی دان شدن من مخالف بود و برای دور کردن من از محیط موسیقی به بهانه ماموریت اداری منو به بیروت برد و حتی اجازه نداد نیل لبکم رو با خودم ببرم. من در اثر دوری از داییم، صبا و محیط موسیقی به سختی بیمار شدم و برای درمان منو پیش پزشکان مختلفی بردن، ولی هیچ کدوم هیچ اثری نداشتن. تا اینکه پزشکی فرانسوی به پدرم گفت بیماری پسر شما روحیه. اون از دوری چیزی رنج میبره که تا براش فراهم نشه امیدی به بهبودیش نیست. اما در پس پرده این هیاهوی شهرت و دنیای نوازندگی، زندگی پرویز یا حقی یکی از غمبارترین داستانهای عاشقانه تاریخیه. داستان دوبار عشق نافرجام و غمی که اونو سالها خونه نشین کرد. وقتی ایشون تو 11 بهمن 85 در سن 71 سالگی به علت ایست قلبی تو خونه خودش تو جردن تهران درگذشت، تو این خونه بود که سالها تنها زندگی کرده بود و به مدت 2 روز جنازه‌اش بی‌خبر تو خونه‌اش مونده بود. در طول این 2 روز 80 تماس با شماره تلفنی ثبت شده که 43 مورد اون متعلق به 1 نفر بوده. این پیام‌ها پرده از راز عشقی برمی‌داره که تو دوران جوانی برای پرویز حال و روز خوبی به جا نذاشته بود. این زن عشق اول پرویز یا حقی بود که تو جوانی، یعنی تو سن 18 سالگی پرویز عاشق شده بود. اما به دلایل خانوادگی با این وصلت موافقت نشده بود. پرویز تو اوایل دهه 30 شکست عاطفی بزرگی رو تجربه کرده بود و نیم قرن بعد، یعنی تو سال 78، همون زن دوباره با پرویز تماس میگیره و خودش رو معرفی میکنه و میگه که عشق اولش بوده. نزدیکاش میگن از همون سال تا زمان مرگش هر شب از ساعت 10:30 شب تا پاسی از بامداد عاشقانه با اون زن تلفنی صحبت میکرده. روز مرگ پرویز دوباره تلفن زنگ میزنه و پیغامگیر صدای زنی رو ضبط میکنه. این بخشی از پیغام اون زن تو آخرین تماسهای بدون پاسخشه. الو استاد، خواهش میکنم گوشی رو بردارید.
من خیلی نگرانتونم. با من قهر کردید؟ از دستم عصبانی هستید؟ خواهش میکنم منو ببخشید. باشه. خیلی خوب. من خیلی نگرانتونم. سعی کن با هم تماس بگیری. خواهش میکنم عزیزم. اما شکست عشقی غم‌انگیز دیگه ای همیشون تو ازدواجش با خواننده معروف اون دوران یعنی بانو همیرا داشتن. تو 35 سالگی یعنی تو سال 49 عاشق پروانه میرافشاری معروف به همیرا میشه و با ایشون ازدواج میکنه. ازدواجی که به لیلی و مجنون و شیرین و فرها تشبیه میشده و پرویز یا حقی که اعتیاد شدیدی هم داشتن به خاطر عشق به پروانه اعتیادشونو کنار میذارن. اما این ازدواج تنها 8 سال دوام داشت. همیرا برای دیدن دخترش هنگامه از شوهر سابقش به سوئیس میره. پرویز میگه قبل از سفر حس کردم که این آخرین باره که همیرا رو میبینم. این خداحافظی و رفتن مثل همیشه نبود. خواستم مانعش بشم اما نشد. بعد از حدود 1 ماه به ایران اومد. به پیشوازش رفتم اما اون نگاهش نگاه همیشگی نبود. همیرای من اون همیرای سابق نبود. 2-3 روزی گذشت تا نامه دادگاه برای طلاق رسید. همه چیز مثل یک کابوس باور نکردنی بود. چند روزی تا احضاریه وقت داشتم. اما اون مایل به دیدنم نبود. نتونستم فرصتی پیدا کنم. همیرا درخواست طلاق رو امضا کرده بود. در واقع همه چیز براش تموم شده بود. بدون اینکه دلیل کارشو بدونم یا خطای خودم رو بفهمم. همه چیز به همین راحتی تموم شد. من حاضر به جدایی نبودم و از حضور تو دادگاه امتناع کردم تا اینکه همیرا به دیدنم اومد و در واقع این آخرین دیدار من و اون بود. از من خواست که درخواستش رو رد نکنم و منو به عشقی که بینمون بود قسم داد. در مقابل حرف‌ها و چراهام فقط سکوت کرد و چیزی نگفت. فقط گفت پرویز تموم شد. روز دادگاه تو دادگاه نبود. از قبل طلاقنامه رو امضا کرده بود و شنیدم موقع امضای طلاقنامه خیلی گریه کرده بود و با چشمانی خیس طلاقنامه رو امضا کرده بود. درباره عشق اول استاد و اینکه ایشون کی بودن که تو روز مرگشون بیشتر از 40 بار باهاشون تماس گرفتن کسی چیزی نمیدونه و اطرافیان استاد هم اسمشون رو نگفتن و اطلاعات در همین حد بوده. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت کانال حمایت کنید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.